خبرگزاری رسمی رژیم همچنین دیدار جمال کریمی راد وزیر به اصطلاح دادگستری آخوندها را با درو نماینده مجلس فرانسه گزارش کرده است. وزیر دادگستری رژیم در این دیدار خواهان توسعه روابط قضایی با فرانسه و برخورد جدی دولت فرانسه با مجاهدین خلق گردید و گفت ما خواستار مبارزه جدی با این گروه تروریست هستیم. به گزارش خبرگزاری رژیم آقای درو گفت آنها همکنون در فرانسه تحت مراقبت هستند و پرونده آنها بر اساس شکایت دولت ایران در حال بررسی است. نماینده مجلس فرانسه در این دیدار خواستار تسریع رسیدگی به پرونده زندانی فرانسوی لوریبه در ایران شد و وزیر دادگستری رژیم با آن موافقت کرد. این تبعه فرانسه به اتهام ورود غیر مجاز و جاسوسی توسط رژیم دستگیر و زندانی شده بود تا در قدم‌های بعدی پرونده‌اش حسب المعمول از سوی رژیم به عنوان برگ فشار مورد مصرف قرار بگیرد. رژیم آخوندی بنابر سنت دیرین خود شماری از اتباع اروپایی را به این وسیله به گروگان می‌گیرد تا پرونده آنها را در مبادلات فرهنگی قضایی خاص رژیم وحشی آخوندی با کشورهای اروپایی مورد مصرف قرار دهد. حداد عادل رئیس مجلس ارتجاء در دیدار با درو نماینده مجلس فرانسه خواهان نگاه مثبت فرانسه به انقلاب اسلامی و رژیم آخوندی شد و با اسف و اندوه در خصوص مجاهدین و مقاومت ایران گفت پذیرفته شدن این سازمان شناخته شده تروریستی یا راه دادن برخی عناصر مخالف جمهوری اسلامی توسط برخی مقامات فرانسه هیچ ارتقاء شأنی برای این ایجاد نمی کند. درو در این ملاقات یادآوری کرد فرانسه گروه مذکور را یک جنبش تروریستی شناخته که تحت مراقبت دائم پلیس فرانسه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم حداد عادل با اشاره به امکان وجود زبانی مشترک بین ایران و اروپا به ویژه فرانسه ریشه خصومت دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران را عجز آمریکا در درک حقیقت وجودی انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت امیدواریم فرانسه نگاه مثبتی را که از ابتدای انقلاب اسلامی نسبت به ایران داشته همچنان حفظ کند. به افزود این نگاه مثبت میتواند بسترساز همکاری های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور باشد. حداد عادل در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خاطر نشان کرد فشار آمریکایی‌ها برای منصرف کردن جمهوری اسلامی ایران از ادامه مسیر قانونی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای راه به جایی نمی‌برد و رفتار آمریکا در این خصوص اشتباه بوده و مبانی حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مخدوش می‌سازد. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در اروپا در پاسخ به شکوه و شکایت‌های سردمداران رژیم پیرامون سفر رئیس جمهور برگزیده مقاومت به نروژ خطاب به وزیر خارجه و وزیر دادگستری و رئیس مجلس ارتجاء گفت سوت دلان امروز سرنگون شدگان فردایند. مردم و مقاومت ایران بند از بند رژیم قاصب و پلیدشان خواهند گسست. تنها راه فرار سردمداران رژیم از این سرنوشت محتوم این است که پیش دستی نموده و سرشان را از فرط سوز و کین نسبت به مجاهدین هرچه محکمتر به قله البرز کوه بکوبند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مصاحبه با کانال دوم تلویزیون نروژ گفت
این که رژیم ایران چندین هزار کیلومتر دورتر از ایران حتی توان تحمل آن را ندارد که اپوزیسیونش در پارلمان نروژ با نمایندگان این پارلمان چند ساعت دیدار کند، نشان می‌دهد این رژیم تا چه اندازه ضعیف و لرزان است. کانال دو تلویزیون نروژ در ابتدای مصاحبه با خانم مریم رجوی که دوشنبه شب صورت گرفت گفت: "Den iranske motstandslederen Maryam Rajavi har nettopp kommet til Oslo. Hun oppfordrer nå Norge og Europa til full boikott av Iran." مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران که ساعات پیش وارد اسلو شده است، از نروژ و سایر کشورهای اروپایی خواهان اعمال یک تحریم همه جانبه علیه رژیم ایران شد. مریم رجوی میگوید سیاست دیالوگ با رژیم ایران راه به جایی نخواهد بود. تلویزیون نروژ افزود مریم رجوی رهبر و قهرمان مقاومت ایران با استقبال گرم و پرشور ایرانیانی که برای استقبال از وی در فرودگاه اسلو جمع شده بودند روبرو شد. مریم رجوی ایرانسک موتستانسلگنده بلی مت av begeistrede eksilirانere på Gardermoen i ettermiddag. Kvinnen som konstant truet på livet ikke overrasket over at Irans ambassade kommer med trusler mot Stortinget fordi de i morgen vil møte henne. او که با تهدید دائمی مرگ از سوی رژیم ایران روبروست، از اینکه سفارت رژیم ایران پارلمان نروژ را به خاطر اینکه آنها میخواهند او را ملاقات کنند تهدید کرده است، تعجب نمی‌کند. وی گفت: شما تصور کنید که در ایران با اپوزیسیون، مخالفین، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی چه می‌کنه؟ خانم مریم رجوی در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون نروژ گفت اکنون که مذاکره با رژیم ایران شکست خورده است، زمان آن فرا رسیده است که تحریم ها علیه آن اعمال شود. دقیقا بگید که دقیقا ما خواستار تحریم هستیم به جای دیالوگ، چون دیالوگ شکست خورده. خبرنگار نروژی از خانم مریم رجوی پرسید آیا زندگی شما در خطر است؟ رئیس جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد برای اینکه میتونید شما تصور کنید که دشمنی که حتی از یک ساعت حرف زدن در سنا و در کمیسیون خارجی نروژ اینقدر نگرانه، طبعا اونجا که از دستش بر بیاد میکنه. تلویزیون سراسری نروژ گزارشی از ورود خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به این کشور پخش کرد. Lederen for Irans eksilregjering i Oslo ønsker ikke militær hjelp for å styrte regimet. تلویزیون سراسری نروژ NRK گزارش داد رهبر دولت در تبعید ایران مریم رجوی خواستار کمک نظامی برای سرنگون کردن رژیم ایران نیست. او وارد اسلو شده تا با سیاستمداران نروژی و با جوامع تبعیدی ایرانی دیدارهایی داشته باشد. ایرانس مست مارکانت اپوزیسیونسلیدر هیلوس آب اکسیل میلیو ایده اون کن کلو. تلویزیون سراسری نروژ ضمن نشان دادن صحنه های ورود خانم مریم رجوی و استقبال پرشور ایرانیان از ایشان گفت اینها تصویرهایی هستند که رژیم ایران علاقه‌ای به دیدن آنها ندارد. رهبر بی همتای اپوزیسیون ایران توسط مستقبلین به شدت مورد استقبال قرار میگیرد. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت است. او امشب به تلویزیون نارکو میگوید که مقاومت ایران از قدرت کافی برای سرنگون کردن رژیم ایران برخوردار است. تلویزیون نارکو گفت مریم رجوی با خودش اسنادی به همراه دارد که نشان می‌دهد رژیم ایران همچنان فعالیت‌های اپوزیسیون خود را سرکوب می‌کند. مریم رجوی معتقد است که دیالوگ با این رژیم بی‌فایده است و راه حل در یک تحریم همه جانبه بین‌المللی است. مریم رجوی کمک نظامی نمیخواهد. شما میدونین که مقاومت ما اعلام کرد که برای آزادسازی ایران هر نوع حمله خارجی رو از طرف هر دولت خارجی رد میکنه، همچنین که مماشات رو رد میکنه. خانم مریم رجوی گفت امیدوارم شما را در تهران بعد از سرنگونی رژیم ملاها ببینم. I morgen møter Rajavi Stortingets utenrikskomité for å samle norsk støtte til opposisjonen.